شب همگی به خیر موضوع لایو امشب هست ژتون در اصل میخوایم یک نگاهی فلسفی بکنیم به تاریخ اقتصاد و ببینیم چطور طی این صده ها مورد استثمار اقتصادی قرار گرفتیم خب اول از تاریخ گذشته میایم خیلی سریع و میرسیم به شرایط فعلی خب این لایو هم بدونید مخصوص جوونا و نوجووناست که میخوان با اقتصاد آشنا بشن داریم پایه های اقتصاد اینجا روشن میکنیم جتون یکی از پایه های اقتصاد امروزه یکی از قوی ترین پایه ها پوشش این هاش این جتونه که الان تو دستم دارم به شما نشون میدم این یکی جتون یه مارک هم روش داره این یکی جتون دیگه مارک هم نداره یعنی هیچی نیست و یه جتونه اینا چند اینا نمیدونم حدود 10, 15 لیر میارزه. یعنی هر کدومش به پول ایران الان فکر کنم بیشتر از سی هزار تومن بیارزه هر کدومش حالا ولی هیچی نمیارزه یعنی یه ریال هم نمیارزه حالا در این مورد صحبت میخوایم بکنم خب خیلی سریع مرور کنیم اقتصاد از اونجا ساخته شد که انسان انقلاب کشاورزی کرد یعنی مرد به جایی که بره شکار کنه یاد گرفت بیاد کشاورزی کنه و مایحتاجش رو خودش به دست می آورد ولی خب یک سری هم از مایحتاجش رو نمیتونست خودش به دست بیاره دیگه همه چیز که نمیتونست بکاره پیاز کاشته بود سیب زمینی میخواست میره از همسایش میگرفت هندونه کاشته بود خربوزه میخواست میره از همسایه اونوری میگرفت جابجا میکردن کالا به کالا شاید بگم اون موقع تمیزترین نوع اقتصاد رو داشتیم که اقتصاد کالا به کالا بود این تمیزترین نوعش بعد یه بازارهایی را افتاد این جریان مال هزاران سال قبله یعنی فکر نکنم مثلا مال 100 سال 200 سال پیشه نه هزاران سال پیشه بازارهایی را افتاد و توی این بازارها هر کی حالا هر چیز اضافه داشت میبرد اونجا که عوض کنه و مورد چیز مورد احتیاط شو بگیره چون حالا ممکن بود همسایش نداشته باشه توی منطقه همه توی روزی میرفتن و معاوضه میکردن حالا مشکل این بود که یه نفر که یه کالای خاصی داشت و به دنبال یه کالای خاص دیگه ای می میگشت با دردسر مواجه میشد مثلا زردالو داشت کیوی میخواست حالا میرفت اونجا آقا من زردالو دارم کیوی میخوام یکی کی میرسید میگه من زردالو تو میخوام ولی کیوی ندارم هندونه بهت میدم نه نمیخوام دیگه ولی کسی نبود کیوی داشته باشه پس ولی خب یه بارم میگه باش آقا هندونه تو بده من زردالو رو بگی ببینیم یکی پیدا میشه هندونه رو من واسش با کیوی عوض کنم شایدم پیدا نمیشد با, با هندونه برمیگاش خونه بعد اومدن یه کالای واسط گذاشتن وسط کالایی که بیشتر مصرف داشت عمومیت بیشتری داشت مثلا فرض کنید گندم گندم مصرف اکثرا گندم احتیاج داشتن مثلا عرض میکنم پس اینو گذاشتن واسط حالا نه فقط یکی چندی مدل گندم پس طرف اگه زردالو داشت زردالو رو با کالای واسط گندم عوض میکرد حالا این گندمه دیگه پول بود یکی که کیوی داشت گندمش میتونست با کیویش عوض کنه بعد این گندمه رو اگه رو دستش میموند کیوی پیدا نمیکرد چون یه وقت کالای خاص میخواست گیرش نمیمد حالا این گندمه رو باید کول میکرد میبرد دهشون شهرشون کلبهشون سخت بود پس کالای واسط شد حیوانات حیوانات باربر شد خر شد قاطر شد اسب چون دیگه حداقل خودش رو پای خودش میومد لازم نبود که من یه خر بگیرم که گندومم رو بار کنم ببرم این از قدم تا اینکه بعد به مرور فلزات استفاده کردند و خب از همه بهتر فلزات طلا بود چون از بین نمیرفت بقیه فلزات از بین میرند زنگ میزنند طلا زنگ نمیزنه اکسید نمیشه میتونی زیر خاک قایمش کنی بقیه فلزات در سر و طلا ارزش بیشتری نسبت به بقیه داشت هنوزم هم همینطوره و کم حجم تر بود وزنش زیاده سنگین و کم حجم پس امنه و یواش یواش به مرور جایگزین شد و شد کالای واسط و همه با طلا معامله میکردن و کالای واسطشون دیگه تلا بود تا اینکه به مرور تمدن پیشرفت کرد و هر کسی که زورش هر جایی رسید چون اون زمان فرض مثلا کلیسا واسط خودش یه قدرتی داشت کلیسا یه محله یه خاوند یا یک فئودال یه مالک صاحب یه ده بود یه دفعه قدرت داشت واسه خودش سکه زرد میکرد و سکه های خودش رو میذاشت سکه واسط که بعد یواش یواش پیشرفت کرد کشورها اومدند و حالا امپراتور یا شاه کشور سکه رو ضرب میکرد ولی خب همون فعودال بعضی هم بعض واسه خودشون منطقه به منطقه داریم سکه خودش رو ضرب میکرد و بعد یه پلای بود سر ملت کلام زاشم گفته خب سکه رو بیارید میخوایم ضربش رو عوض کنیم خب سکه های ملت رو میگرفتن که ضربش عوض کنن یه پولی هم از ملت میگرفتن که سگیه جدید میخوان بهش بدن و حالا تقلب از اینجا شروع شد که شروع کردند سکه با ایار پایین تحویل دادن یعنی وقتی طلا به کسی میدادن این اندازه تلاش میارزید کاله واسط بود نقره میدادن اندازه نقرش میارزید حتی مس میدادن اندازه مس میارزید توی تاریخ من خوندم از عزیزانی که منو دنبال میکنن فلان مجسمه ساز فلان شاعر فلان نقاش پول حساب کتابش رو از مثلا فلان بازرگان بزرگ منشیه بس به مس داد بش دیگه این مثلا سنگین بود تو را مرد از بس اذیت شد ببینید خب همون روزان بوده و تقلب از اینجا شروع شد که این سکه که ضرب میشد ارزش واقعی خودش رو نداشت حجمش رو کم میکردن ایارش رو کم میکردن اینطوری یواش یواش زاربا گردنشون کلوف شد فعودالا گردنشون کلوف شد پادشاها ها گردنشون گلوف شد پاپ وقتی میگن پاپ حالا از که اطلاع ندارم بدونن پاپ هم یه مدل پادشاه بود قلم رو داشت سرباز داشت جنگ میکرد ها نه همشون ها بعضی تو دوره هایی نه حالا همیشه کسی فکر نکن وقتی میگن پاپ یعنی یه نفر مثل یه آخون نشستی یه گوشه موعظه میکنه که الان هم میبینی الان هم ما داریم که فقط موعظه نمیکنن جنگ هم میکنن دستور جنگ هم میدن مملکت هم دارن صاحب مملکت هم مثلا پس خرج دارن وقتی خرج دارن این خرج رو من و تو باید بدیم حالا من تو چطوری میدیم قدم اولشون این بود که ضرب سکه ها رو ایا رو آوردن پایین وزن رو پایین و سر ملت کلا گذاشتن این قدم اولی بود که کلا گذاشتن به مرور رفتیم جلو تا اینکه ژتون اومد بزن جتون هم بهانش این بود که طرف مثلا اولین جتون هم چینی ها زدند چین اولین کشوری بود که به چاپ رسید به صنعت چاپ و تونست اسکنات چاپ کنه کتاب چاپ نکرد چون بیشتر نقاشی میکردن مثلا ده هزار تا حرف داشتن اصلا نمیتونستن حروف چینی کنن شروع کردن اسکنات چاپ کردن تا بعد از چند صد سال حروف درست کردن و بعد به چاپ رسیدن این قضیه که میگم مثلا مال خیلی سال پیشه شاید بگم بیش از حدود هزار سال پیش حدودن حالا دقیقا خاطرم نیست و اروپا چند صد سال بعد از چین به ژتون پول رسید حالا ژتون پول معنیش چیه معنیش اینه که بانکه کلیسای فئوداله حالا هر کی که بود هر کی که قدرت داشت و سکه ضرب میکرد گفت آقا این سکه رو بدید به من طلاتون رو بدید به من من معادلش ورقه به شما میدم این ورقه رو بر برید ازش استفاده کنید خب مردم استفاده کردن و یواش اصلا مد شد و مد شد و اصلا کسی دیگه سکه و طلا و نقره و مست دستش نبود همه این ژتونا دستشون بود عین همین که این واقعا هیچی نمیارزه هیچی نمیارزه این ژتونیه که من دارم از یکی میگیرم که باید در ازاش یه مقداری پول داشته باشه که خب در حال حاضر کشورها و بانک ها صاحب این قضیه هستند و دارن از این قضیه استفاده میکنن تا این مخصوصا این چند صد سال هرچی میریم جلوتر این قضیه محکمتر میشه اول بانک ها بودن بعد مثلا آمریکا دولت آمریکا از بانک ها وام میگرفت برای اینکه به مخارجش برسه و به جنگاش برسه یکی از رئیس آمریکا حالا نه این موقع سال یادم نیست که و دوده مثلا فرض کنید 100 سال پیش 80 سال پیش دقیقا نمیدونم کدوم بوده برمیداره خودش اسکنات چاپ میکنه میگه چه کاری من پشم برم از بانک قرض بگیرم خودم اسکناس چاپ میکنم من که رژوم رو اسکنات چاپ میکنم با هم با هم یعنی با هیچی بدون پشتوانه در صورت که خود بانکم هم این کارو میکنه یعنی خود بانکم هر وقت بخواد میتونه اسکناس چاپ کنه چون این یه ژتونه و هیچی نمیارزه حالا یه مقدار در مورد ماهیت ژتون صحبت کنیم که برامون جا بیفته که بعد بریم جلو ببینیم چه انواع ژتونی داشتیم و الان به چه انواع ژتونی رسیدیم چون اقتصادمون اقتصاد ژتونیه الان همتون با ژتون دارید کار میکنید همتون پول دارید منم هم دارم اصلا تو حرفی تو جید هممون ژتونی هستیم و این ژتون در اصل یعنی چی یعنی هیچی یعنی هیچی چرا چون مثلا میخوام بگم فلان بانک به ازای مقدار طلایی که داره شاید ده برابر ژتون چاپ کنه بده دست خرقلا بعد تورمش ایجاد میشه و تورمش شقه من و شما رو میشسته چرا چون مقدار محصولاتی که تو بازاره مقدار گوشتی که تو بازاره مقدار چه میدونم مایحتاج مردم که تو بازار محدوده همه نمیتونن هر چقدر خواستن مصرف کنن پس وقتی مقدار ژتون موجود در بازار زیاد شد ارزش ژتونه باید بیاد پایین و یه جورایی با مقدار طلایی که توی اونجایی که ژتون داره چاپ میکنه که الان بانکه باید همخونی پیدا کنه یعنی اگر هر چی اضافه چاپ میکنه میده تو بازار خواه ناخواه این بازار باید مطابقت پیدا کنه تا بتونه عرض و تقاضاش به اندازه بشه وگرنه اصلا نمیش مگه میشه آقا هم اگه اینطوری بود که هممون چاپ میکردیم میرفتیم خرید میکردیم خب بعد کی کار کنه بعد جنس از کجا بیاریم بعد گندم کم میاد گوشت کم میاد نصف مردم نباد گوشت بخورن تا بعضیشون بتونن گوشت بخورن یا بدونید این قانونه مثلا تو یه سری کشورهایی که یه نمونهش کشور ماست که مدیریت هم حتی نمیشه پس این از این یا اینکه مثلا همه مردم که نمیتونن برن شمال شهر زندگی کنن یه سریشون باید برن جنوب شهر زندگی کنن همه که نمیتونن تو قصر بشینن یه سری با تو آلونک بشینن تا یه سری تو قصر بشینن کی تو قصر میشینه اون که صاحب ژتونه و کی تو آلونک میشینه اون که زحمت میکشه اون که میره ژتون رو میخره اون که جنسش رو میده میره ژتون میخره حالا یه نکته دیگه از بانک بهتون بگم مثال میزنم بانک ها وام میدن من و شما پولمون رو میذاریم تو بانک حالا پول چیه همون ژتونیه که بانک بهمون داده همون ژتون است همون جتونه که در از هیچی نمیارزه ما میدیم به بانک که بانک رو بره وام بده به بقیه خب حالا مطمئن باشید که یه بانک چند برابر پولی که شما بهش دادید وام میده یعنی اگه شما یه میلیون تومن بهش دادید این بانک یه میلیون تومن وام نمیده پنج میلیون تومن وام میده ده میلیون تومن وام میده حداقل سه میلیون تومن وام میده چرا چون همه ما هجوم نمیبریم بگیم آقا پولمون رو بده اکثریت پولمون تو بانکه این بدونید قانون بانکه یعنی اگر نمیدونید بدونید نمیدونید تحقیق کنید این قانون بانکه که چند برابر موجودیش وام میده و از جیب خودش نمیده یه زمانی بانک کارش این بود که چون پول داشت وام میداد الان که دیگه اصلا سیستم عوض شده الان مردم بهش پول میدن که از پول مردم وام بده این هم حالا مردم هرچی پول بدن این چند برابر وام میده اینجوری گردنشان کلوفتر میشه سود بیشتری هم میتونه ببره حالا بریم ژتون رو تعبیرش کنیم در قالب کوچیک شما میری توی فروشگاه حالا در معنی ژتون واقعا معنی بدی داره چون یه جای استفاده میشده حالا اینجا جاش نیست من بگم تحقیق کنیم مشخص حالا من میگم یه فروشگاه میری توی فروشگاه میخواد یه سری چیز بخرید همون دم فروشگاه طرف میگه اصلا یه مثال شهر بازی میری شهر بازی تو شهر بازی جتون بهت میدن دیگه یعنی میری بلیت میخری که بری سوارشی این از جتون پس اونجا به اندازه بلیت میدن یعنی پول میگیرن به اندازه بلیت میدن یعنی اینطوری نیست که بیش از پولی که میگیرن بلیت میدن اگه این کارو بکنن بیش از اندازه که پول بگیرن بلیت بدن به مردم چی میشه صف میشه همه میخوان برن سوارشن پس اون وقت یه کاری دیگه ای که میکنن میگن خب آقا دو تا بلیت باید بدی سوارشی وگرنه نمیرسن همه برن سوارشن جا برای سوار شدن محدوده ببینید معنی ژتون اینه پس ژتون یه معناش اینه که من یه سیستم دارم یه سیستم بسته در سیستم بسته خودم ژتون تولید میکنم خب این تا اینجاش میگیم شاید قابل قبوله همونطور که مثلا شرکت واحد جتون داره شرکت واحد برای خودش بلیت داره و این جتون البته سوداوره چرا؟ چون این جتونی میره تو جیبش میمونه شما بلیت واحد تو جیباتون پره این بلیت واحدایی که تو جیبای شما پره حالا نمیدونم الان هنوز بلیتیه یا نه اون زمانی که بوده دارم عرض میکنم اینا همه به معنی اینه که این پول تو جیب شرکت واحده حالا شما ممکنه بلیتت گم شه ممکن اصلا نری سوارشی بیا این جتونا چند وقت تو جیب منه بگردی از اینا کلی تو جیب ملت یه سر شافت تو خیابون یه سری از این بیلیتا رو ملت پاره میکنن یه سرش از می میره این پولی که تو جیب بانک داره میره من یادم شهر بازی اواخر که من ایران بودم با بچه‌ها میرفتیم تاکید میکرد بیا کارت بخر کارتتو تو مثلا اینقدر تومن شارژ کن میخواست ته این کارت بمونه که این سودش بشه پس ژتون سوداوره برای سیستمی که ژتون تولید میکنه و حالا نظمم به کارش میده ولی سوداورم هست چون داره تولید پول میکنه حالا میخوام دو جنبش کنم چون قضیه دو جنبهشه یک یکی اینکه ژتون دیجیتال شد از یه جایی به بعد که اینترنت اومد ژتون دیجیتال شد یعنی ما دیگه حتی لازم نیست بریم اینم بزنیم اینم نمیخواد بریم خرج کنیم همینم دوزار بیشتر نیست چه کاری دوزار اینا بزنیم دیجیتالش میکنیم شما یعنی همون پولی که همون پولی که به ازای طلایی که شما تو بانک مثلا گذاشتید و اعتبار اینه که باید به اون اندازه چاپ کنه میاد حالا ده برابر چاپ میکنه این مسئله فکر نکنه من دارم ایرانو میگم آمریکا هم همینطوره اروپا هم همینطوره حالا اونا رو توضیح میدم اونا چطوری از زیر بار تورم فرار میکنن ولی ما تو تورم داریم غرق میشیم الان بهتون میگم چرا اونا این مشکل رو ندارن ولی ما داریم چون میگم پایه‌های اقتصاد باید بشناسیم خب الان دیگه اینم چاپ نمیکنه هزینه چاپ اینم نداره میاد چیکارش میکنه دیجیتالش میکنه اینترنتیش میکنه شد یعنی شما قبلا اگر پول میخواستی بگیری بدی به دوستت میرفتی بانک پول میگرفتی میرفتی دای به دوستت پس از این ژتونه استفاده میکردی که اعتباری بود که رو اعتبار بانک و پشتوانه بانک چاپ شده بود خب این از این ولی بعد یواش یواش همین اسکناس هم دیگه بد ندادن اینترنتی جابجا کن جا که همین ژتونه رو هم نخواد چاپ کنه شد حالا دیگه یه مش عدد تو اینترنت تو کامپیوتر یه مش عدد تو کامپیوتر تا حالا دیگه صاحب هم نداره دیگه هر جا هم هر سفری دلشون خواست هر جای دلشون خواست جلوش میذارند که امکان پذیره دیگه چون این بالاخره اسکناسه ممکن بود یک جاهایی داشته باشه باشه چک کردن که شماره سریال چنده این اون ولی این دیگه اصلا اینطور نیست یعنی شما پول تو بخوای بگیری پول تو نمیگیری پول از این حساب میره تو اون حساب کلش هم تو سیستم بانکیه پس برای بانک راه دزدی باز شد پس بدونی ژتون دیجیتال یک روش کلاهبرداری جدید بانک بود یک تکنولوژی بود واسه من و شما خیلی راحت تر بود ولی واسه اونا کلاهبرداری راحت تر شد یک هزینه ژتون نمیدن دو دزدی خیلی راحت شد سه دوباره تکرار میکنم اصلا این پول بیرون نمیاد شما الان میبینید ایران یه زمان قانون گوشم 15 میلیون بیشتر پول بیرون نیاد خارج هم همینطوره تو خارج شما نگاه کنی پول دست مردم خیلی نیست اصلا کسی با پول نفت کار نمیکنه مگر خلافکارا که میخوان ردشون رو نشه گیره وگرنه مردم عادی کارت میکشن نمیدونم حساب به حساب میکنن و این سیس از سیستم پول نمیاد بیرون چون اگر از سیستم پولا بیاد بیرون سیستم با مغز میخوره زمین من همین یادم همین چند سال پیش بود یکی از بانکای ایران میگفتن ورشکسته است که من گفتم آقا یکی از بانک ایران ورشکسته نیست کلشون ورشکستن از سال 90 ورشکستن الان چند پله زیر ورشکستن کمی چند وقت پیش خودشون اعلام کردن که دولت قبلی ورشکسته بوده تحویل داده به دولت بعد اینا اصلا گفتن نداره بعد یه بنده خدا هی شلوغ میکرد آقا بلنشید برید پولاتونو بگیرید بانک ورشکسته است بعد خب ملت ریختن با, م... م... با, مشکل مواجه شد بعد خود مسئولین اومدن گفتن آقا در هر بانکی بریزی هم اتفاق میفته بله منم دارم میکرد. در هر بانکی بریزی این اتفاق میفت هر جا دنیا چون نداره من این اندازه اسکناس به شما بده نداره یعنی یک همه ملت پاشم بخوام برم پولاشون رو بگیرن اصلا بانک ندارن بدن یه دهمش ده هم ندارن اصلا شما همتون برید یه دهم پولتون رو بگیرید هرگز بانکها ندارن از بس تو این حسابها هر کاری دلشون خواسته کردند وام دادند و کلا فسادیه وحشتناک که نمیشه جمعش کرد ولی داره ادامه پیدا میکنه پس این مسئله ژتون اقتصادی که خیلی راحتتر میشه اول ژتون که خودش دزدی بود یعنی هیچی نمی به شما به جای یه چیز با ارزش میدند شما وقتی میری یک کیلو گوشت میخری آقا یک کیلو گوشت ارزش داره میری نمیدونم حتی طلا میگیری یه فلز ارزش داره آقا میری پراید به در نخور میگیری یه ماشین ارزش داره کالاه میشه استفاده کرد آقا این اسکناس میشه چیکارش کرد هیچ کارش نمیشه نمیشه خوردش نمیشه موشکش کرد هیچ کاریش نمیشه کرد یعنی اگه یه ژتون باطل شد هیچ چی نمیارزه درحالی که کالا استفاده میشه کرد میشه یه کاریش کرد ولی ج... میشه بخشیدش آقا توت فرنگی اضافه داری نمیخوای میدی همسایه ولی ژتون سوخته رو به همسایه هم نمیتونی بدی چون هیچ چی نمیارزه بریزی تو شومینه دو سوته سوخته پس قدم بعدی ژتون دیجیتال بود که این بلا به سرمون اومد و کلا همه چی دیجیتال شد و دیگه اصلا حتی لازم نبود حساب کتاب اسکناس فیزیکی رو نگه داری حالا مسئله بعدی میکشه به ژتون بی, بی, صاحب اینو دقت کنید یه سری ژتونا صاحب دارند بله ژتونی به نام دلار صاحب داره اون صاحبش آمریکاست آمریکا میگه من پشتوانه دارم که بیخود کرد به اندازه این همه دلار پشتوانه داره هرگز نداره خود هم میدونه یورو هم نداره ایران هم نداره هیچ جا نداره ما ممکن نمیدونم حالا من ژاپن و چین اطلاع ندارم اونا رو اطلاع دارم که ندارن اونها مطمئن باشید ندارن ولی حالا شاید به انداله چرا آمریکا اینقدر نداره ولی گندش در نمیادم الان عرض میکنم ولی ژتون بی صاحب خیلی بده یه جتون صاحب داره یعنی این که شما یه جتون میگیری میدونی صاحبش کیه من یه ژتون گرفتم از اداره اتوبوس رانی میدونم صاحبش اتوبوس رانیه حالا ممکن اتوبوس رانی فردا بگه این بلیط ها باطل شده کارش هم نمیتونم بکنم همین الان شما بلیط های و ببر شرکت باید میگه اینا باطل شده من یادم دیگه بعضی وقتا بلیط هاشو عوض میگه بلیط قبلی ها رو قبول نمیکنه آقا یعنی چی خودت چاپ کردی نه اینا باطل شد یعنی اینا باطل شد نه اینا باطل شد اینا خیلی وقتا باطل میکنن یا همین بانک ها شما نگاه کنید یه بانک ممکنه یه پول چاپ کنه بعد یه مدت اینو از رده خارج کنه ای آقا این اخت که تو به من دادی این خودش سوده باسش چون یه مش آشغال دست ملت گذاشته ولی از قبلا پولش رو به ارزش اون روز گرفته ارزش پولش اون روز کجا الان کجا پس نگه موازه به ژتون بی صاحب باش خیلی مراقب باشی تو فروشگاهی که داری میری وقتی ژتونی داری میگیری بدونی خب این ژتون مال این فروشگاهه پس من میتونم از این فروشگاه خرید کنم به ازای این جتون جتونی نگیر که صاحب نداشته باشه که بعد نتونی بری دیگه فقط باید بفروشی به یکی دیگه صاحبی نداره که پشتیبانش باشه که دوباره دارم تکرار میکنم اونایی که صاحب دارن هم که کلا رو هوان و سرمون کلا گذاشتن به استثمار کشیدنمون هیچ کاری هم نمیتونیم بکنیم قدرت دارن مدرت دانشن. حالا میریم سر آدمای زرنگی که ژتون خارجی درست میکنن این قدرت آمریکاست این قدرت اروپاست اروپا اقتصاد به شدت ضعیفی داره آمریکا قدرت خیلی قوی داره از نظر اقتصادی ولی نه به این اندازه‌ای که داره خودش رو نشون میده چرا چون داره از اعتبارش استفاده میکنه چون آمریکا داره ژتون خارجی چاپ میکنه با بچه ها پریشب صحبت بود در مورد داخل ببینید ایران دولت پول کم میاره میخواد حقوق بده کم میاره بالاخره اسکنات چاپ میکنه یه جایی باید اسکنات چاپ کنه بیش از پشتوانش باید به اندازه چاپ کنه بیش از اندازه چاپ میکنه خب این پولا ریخته میشه تو بازار خب این پولا ریخته شد تو بازار وقتی پول ریخته میشه تو بازار نقدینگی میره بالا وقتی نقدینگی میره بالا قدرت خرید مردم بیشتر میشه قدرت خرید مردم بیشتر شده ولی بازار کشش نداره پس اجناس میکشه بالا یعنی در از ارزش پول داره میاد پایین یعنی در از من اگر یک کیلو طلا تو بانک دارم به اندازه یک کیلو میتونم پول چاپ کنم اگر هر چی چاپ کنم به اندازه یک کیلو طلا میارزه من دو برابر پول چاپ کنم ارزش رو نس کردم ده برابر پول چاپ کنم ارزش پولمو یه دهم ده کردم چون این پولا به اندازه یک کیلو ارزش داره و اگر حتی من اضافه چاپ کنم و صداش در نیرم تو بازار صداش در میاد چون این پول پولا میریزه تو بازار نقدینگی میره بالا حالا توانایی واسه خرید زیاد میشه بعد همه میخوان برن شمال شهر نمیشه دیگه پس قیمت خونه شمال شهر میره بالا به اندازه مقداری که پول تو بازار زیاد شده گوشت الان همه میتونن راحت بخورن پس قیمت گوشت با طوری بره بالا که این پوله مقدارش مهم نباشه ارزشش مهم باشه این خاصیت سیستم بسته مثل ایران که ژتونش بیرون اعتبار نداره ژتون ایران مال خودشه ایران وقتی پول میزنه مال خودشه یه زمان ژتون ایران اعتبار داشت یعنی یه زمان کسایی که جوانن نمیدونن بدونن شما اگر هزار تومنی میبردی آمریکا اروپا رو هوا ازت میزدن این میشد ژتون خارجی یه ژتون خارجی میتونه کشور رو تبدیل کنه به اقتصاد بزرگ دنیا مثل آمریکا آمریکا چیکار کرد جتونشو رو کرد ژتون خارجی چطوری جنگ جهانی اتفاق افتاد و آمریکا دور بود از مرحله پس نمیتونست مورد حمله قرار بگیره پول دارم بود اون موقع به این وضعیت نرسیده بود که به این شدت این شرایطش باشه و طلا هم داشت اونجا مال سخبوستا بود دیگه ریختن قارت کردن و کشتن و تلا رو گرفتن پس پول داشت اروپا در مرکز جنگ بود یه سره میکوبیدنش انگلستان رو یه سره آلمان میزد خب له کردن این کشورها هم هزینه داشت با جنگ براشون یعنی انگلستان و کشورهای دیگه اروپایی بعد میجنگیدن پس توپ میخواستن هواپیما میخواستن مسلسل میخواستن فشنگ میخواستن هواپیماهای سقوط میکرد با ببین همه هزینه داره به غیر از این آلمان میمد میزدشون وقتی میمد میزدشون خب خرابی به بار اینا هزینه داشت خب شروع کردن از آمریکا قرض کردن آمریکا هم وام داد البته بانکا خب و چه اتفاقی افتاد آمریکا زورش زیاد شد یک سری کشور جنگ زده وقت خاک بر سر فکسنی بعد از جنگ له ورده همه آتیش گرفته نشستم پای مذاکره یه مثال بزنم یه مثال بزنم من یه وقت میرم یه چیزی بخرم یه میلیون دو میلیون تو جیبمه ممکنه یه میلیون 900 تومن بخرم و چونه بزنم ولی یه وقت میرم در مغازه یه نفر میخوام یه چیزی بخرم یه میلیون اون چیز نه من 990 هزار تومان تو جیبم به 10 هزار تومان کم دارم نمیتونم چونه بزنم نمیدونم با این هم مواجه بودید باید بیفتم به بی جدایی و بدبختی به التماسش کنم آقا 10 تومن به من تخفیف میدی چون ندارم پول ولی اگه دو میلیون پول داشته باشم 900 تومن میدم پول قدرت میاره و آمریکا قدرت داشت پول داشت به دکارش بودند نداشتن بدن قدرت داشت تا اون موقع مبدع طلا بود طلا مبدع پول جهان بود و هر کسی میخواست پول چاپ کنه توی سوئیس توی بانک باید یه مقداری طلا به ودیعه میگذاشت و به اون مقدار اجازه چاپ اسکناس داشت ورقش هم باید از یه جای مشخصی چاپ میکرد شماره سریالاش مشخص بود و حساب کتاب داشت بعد از اون آمریکا چون زورش رسید اومد گفت حالا بیایید ما که با هم رفیقیم شما به من بدهکارید مبدا رو بذاریم چرا طلا بذاریم دلار مبدا باشه دلار اینام زورشون نمیرسید همه به دکار بودن میخواستم بگن نه میگه خود رو بدید یا باشه من اینقدر درصد ازتون میگیرم یا وام بازم میخواد نمیدم چون اینا بازم وام میخواستن تموم نبود که قضیه باز هم وام میخواستن هنوزم وام میخوان از بانکا هنوز که هنوز شما بدونید مرتب خود دولت آمریکا داره از بانکای آمریکا وام میگیره اینا بدونید اگه نمیدونید در باشید خب پس واسه همینه که دولت ها تحت نظر بانک ها دارن کار میکنند و همه چیزی زیر نظر اوناست خب بعد چه اتفاقی افتاد زورش رسید پول خودش رو کرد مبنا کرد بیس بیس چی بود طلا رو کرد دلار دلار رو کرد یک ژتون خود دلار یه ژتون بود خود دلار یه ژتون بود ولی یه قول داد گو من قیمتش رو با تلا یکی نگه میدارم یعنی من اجازه نمیدم که نسبت به طلا ارزشش بیاد پایین یعنی چی یعنی من اضافه چاپ نمیکنم این ژتون ارزش داره خب بعضی وقتا ژتون ارزش داره یعنی ژتون من واقعا به مقدار طلای موجودم ژتون چاپ میکنم به مقدار جنس موجودم ژتون چاپ میکنم مثال میزنم شما اگه یه فروشگاه داشته باشید که ملت میخوام برن توش خرید کنن نمیتونه همینطور ژتون تقلید دست مردم باید به اندازه جنسی که داری جتون بدی دست مردم و اگر نه جنس کم میاره دست ملت دادشون میره هوا پس این قانونیه که باید باشه و قول داد که آقا اون موقع طلا بود اونسی حدود سی دلار الان چند هزار و و خورده سی دلار بود قول داد که من نگهش میدارم باشه من ژتون اضافی چاپ نمی کنم ولی این ژتون من قربونتون بین مللی کنید ژتون بین و مللی ماهه چرا چون تورمش نمی‌ذاره رو سرت میره بیرون خرج میشه بدهی داری خدمتون عرض کردم یکی از رئیس جمهورهای آمریکا جنگ داشت همه رئیس جمهورها میرفتن از بانک قرض میکردن این اسکناس چاپ کرد خلا خرج خرج جنگ و داد از هیچی با ژتون بی پشتوانه رفت اسلحه خرید و سرباز جور کرد و جنگ کرد ولی بعد چه بلایی به سر اقتصاد کشور رو ورد دیگه ببینید و جمعش کنید حالا مسئله اینه که این فشار الان روی آمریکا خیلی نمیاد و حتی میخوام بگم روی اروپا با اینکه اروپا به شدت داره ژتون چاپ میکنه چون کشورهای مختلف شما همین روسیه رو اگر نگاه کنید چین رو نگاه کنید با اون قدرت درسته اینها ذخایر طلا به شدت زیاد دارن ولی همهشون ذخایر دلار هم دارن این دلار تو جیب کی نیست تمام دنیا ملت دلار دارن تمام بانک های دنیا دلار دارن و اسکناس دلار دارن اینها ژتونایی که چاپ شده و ژتون خارجی هستند خب و خلاصه بدونید تا اینجاشو فعلا در این تاریخی که من دارم صحبت میکنم بنده در جریان بودم قبلا ژتونی وجود نداشت ژتون اومد ژتون های بدون پشتوانه اومد بعد از اون ژتون دیجیتال اومد در حال حاضر ما ژتون بی صاحب هم اضافه شده بهمون به ژتون هایی که هم دیجیتال هم و هم بی صاحب و بدون پشتوانه و ژتون خارجی هم که خب بعضیا مثل آمریکا دارن فراوون مراقب خودتون باشید شب همتون بخیر